درود به شما دوستان عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه رو به جلو باشید. فریبرز رفیعی هستم و میخوام توی این ویدیو به شما نشون بدم که پلاک کردن ماشین توی آلمان چقدر زمان میبره و توی آلمان هم اگر زندگی میکنی، توی این ویدیو بهتون اطلاع میدم که شما برای پلاک کردن و شماره گذاری یک ماشین صفر یا کار کرده به چه مدارکی احتیاج دارید، چقدر هزینه‌تون میشه و چقدر زمان میبره. پس خیلی خوشحال میشم که توی این ویدیو با من همراه باشید تا آخر نگاه بکنید. حتما برای من سوالاتتون این پایین بنویسید، نظراتتون بنویسید، با کشور خودتون مقایسه بکنید و بگید که توی کشور شما شماره گذاری چقدر هزینه داره و چقدر وقت میبره. ازتونم خیلی هم ممنون میشم که این ویدیو رو حتما لایکش بکنید اگر اطلاعاتش رو مفید دونستید. دم شما گرم. همونطوری هم که میبینید اینجا گفتن که شما حتما نوبت داشته باشید بعد بیاید، و البته به خاطر ماهایی که خودمون شرکت داریم و فروشنده هستیم، هدلا هستیم، اصلا میگن نیازی به شماره نیستش. اینجا شرکت، اینجا شهر متمنه. اینجا چه جالب نمیشه، نه به راسیسموس. خب بریم براتون توضیحات کامل بدم. برای شماره گذاری خودروهای 0 کیلومتر که البته شما میتونید با پرداخت 10 تا 15 یورو به اون جایی که شما ازشون ماشین رو میخرید، خودشون کارهای شماره گذاریتون رو براتون بکنن. اگر نه، اگه بخواید خودتون انجام بدید، نیاز به این داری که اصلا یه دونه فارتسوک بیقیف رو میخواید یا یه دونه هم شما یه برگه کارخونه رو میخواید، همینو بس. یا آسوایزتون که همون کارت ملیتون باشه، حالا دیگه چیزی که توی آلمان میتونم اسمشو بگم و کفایت میکنه. مدارک مورد نیاز برای شماره گذاری خودروی 0 کیلومتر، شما نیاز به یک پرسونال آسوایز یا همون کارت شناسایی دارید. گواهینامه شما حتما نباید داشته باشید. یک ایفابی نوما میخواید که همون شماره الکترونیکی بیمتون باشه، یعنی قبل از که برای تعویض پلاک و شماره گذاری برید، باید ماشینتون بیمهشو، یه شماره است فقط بگیرید، حتما نیاز نیست که بیمهش بکنید، فقط اون شماره رو بگیرید. بعد یک اجازه به دولت میدید که به حسابتون دسترسی داشته باشه که از مال که مالیات ماشینتون هم از حسابتون کم بکنه. در آخر هم همون برگه کارخونه‌ای که گفتم که ماشینتون توی اتحادیه اروپا ثبت شده، که اونم حتما همراه ماشین 0 کیلومتر بهتون میدن و یه هزینه رو پرداخت میکنید و براتون ماشینتون رو شماره گذاری میکنن. ماشین های کار کرده که فکر کنم بیشتر دوستان حالا ماشین کار کرده بخرن اینجا و بخوام بیان به شماره گذاری براش، شما نیازه یه دونه اصطلاحاً سولاسونگ به شاینیگون تایل اینس داری، یه دونه سولاسونگ به شاینیگون تایل اسوای دارین، یعنی یه دونه یعنی برگه شماره شده شماره یک و برگه شماره شده دو، یه همچه اسمی داره. یکیش یه برگه بزرگه که الان همونجوری که تو تصویر داری میبینید، یکیش هم که همون میشه کارت ماشینتون. مشابه ماشین 0 کیلومتر شما باز هم نیاز به کارت شناساییتون دارید، اون برگه بیمه رو دارید و کارت ماشین که همون باشه سولاسونگ به شاینیگونگ تایل یک، و تایل دوش میشه همون سند ماشین. اینجوری فکر کنم دیگه راحت‌تر متوجه بشید و این دوتا رو همراهتون هم داشته باشید، میبرید با خودتون به تعویض پلاک. این دوتا رو احتیاج دارین. برگه معاینه فنی میخوای که باشه شامل این که ماشین تو حالا بحث آلایندگیش به چه صورته و بحث فنی چطوره، از دو قسمت تشکیل میشه. یه دونه اصطلاحا بهش میگن آو، یه دونه میشه هاو، که همونطوری که این دوتا رو هم بهتون توی تصویر نشون میدم و اینا رو احتیاج دارید، و یه دونه هم شما نیاز به آسوایزتون دارید. کسی که این مدارک رو داشته باشه و توی اون برگه ها اسمش خورده باشه میتونه بره ماشین رو بفروشه یا هر کار دیگه ای بکنه. اگر که خودتون نمیخواید برید، اصلا بهش میگن فولماخت، یه فولماخت هم هستش که اونم میگیرید و براتون میتونه یک شخص دیگه بره که براتون شماره گذاری بکنه، همون اصلا میشه مثل وکالت خودمون. خب از این پرشه خیلی خوشگل جذاب که بگذریم، این روبروی معمولا هر جایی که شما میتونید بیاید ماشینتون رو ثبت نام بکنید، یک جایی هستش که شما میتونید بدید پلاکتون رو بسازن. پلاکاتون رو میتونید حتی این سایزی هم بسازید، کوچیک داره، بزرگ داره، از کربن داره، پلاستیکی داره، و سری و سری براتون پلاکتون رو درست میکنن و میرید میدید داخل. من ساعت 11:24 رسیدم اینجا و استارت کارم رو زدم. الان ساعت 11:20. امروز یه روز خلوت هستش، آخر وقت روز جمعه است، مطمئنن خیلی شلوغ نیست و خیلی خبری نیست، اما ببینیم که چقدر کارم طول میکشه. شما معمولا یه دونه شماره آنلاین میگیرید و وقتی میاد جلوی در اسکن میکنید، مثل همون دستگاهی که بهتون نشون میدم، و اینجا میاد اسکنش که میکنید شمارتون میفته اینجا و بعدش هم صداتون میکنن. معمولا بعد از 4 تا 5 دقیقه نوبتتون میشه. خب دوستان عزیز، همونطور که میبینید برای ساخت پلاک‌ها 43 یورو پول دادم و اینم حالا اون قبضش هستش، و اینجا اول پلاک رو درست میکنن، پلاک رو داخل میدن و بعدش روش برچسبش خورده میشه.
اینجا توی آلمان میتونید برای خودتون هم یک پلاک دلخواه داشته باشید. میاد اینجا سرچ میکنید، مثلا من میزنم FC مثلا 45 ببینیم موجوده یا نه، اوکی میکنم ببینیم یه سرچ میکنه. خب این دوست عزیزمون خیلی پسر گلیه و اون داخل داد که همکاراش دارن ماشین رو ثبت نامش انجام میدن و اینکه الان من باید با این کارت پرداخت بکنم. با این کارت شما میاد کارتو میذارین تو، ببینیم که قیمتش چقدر میشه برای ثبت نام، هزینه شماره گذاریش میشه که حالا میتونم با کارت پرداخت بکنم یا با پول نقد. و اینکه حالا من پول نقد دارم 49 یورو. چجوری میکنم این پول نقد رو میذارم این تو، خودش میخورتش. خوردش. دو تا از این دستگاه هست اینجا، یکی شارو من استفاده میکنم. خب پول فیشار میبرم بهشون تحویل میدم و فکر کنم دیگه کارم تموم شد. جالبه که مشکلی به وجود اومد، اینا به من کارت نشده بودن، الان باید پولمو پس بگیرم. ببینیم چه جور پول پس میده. بنده خدا عجله کرده، داره رفت یه دونه دختر خانم رو گفتش که اومدش بهش کمک کرد. خب پولمو هم پس میدم. 49 فکر کنم خورده ای من دادم. خوردم کو. سه بار این دستگاه رو بهتون نشون دادم، الان دیگه این سری امیدوارم که این درسته باشه. 43 یوروه بچه ها، درسته 43 یورو. خب اینم از کار ما. سین بکشیم ساعت رو بهتون نشون بدم. کار من چقدر ساعت رو بهتون نشون بدم؟ ساعت 12. چقدر؟ طبعا از اینکه بلوشه نیم ساعت طول کشید. و البته اون دستگاه اسکنر هم بذار بهتون نشون بدم، اونجا هستش که گفتم اینجا هم ورودیه. نکته بسیار جالب توی آلمان اینه که شما برای شماره گذاری نیاز به حضور حتمی ماشین نیست. اونجوری که من توی ذهنم بود همیشه توی ایران باید ماشین رو میبردیم اونجا تا حالا معاینه فنیش همونجا انجام میشد. یعنی شما، من خودم به شخصه یادم نمیاد که ماشین رو بدون اینکه برده باشم جایی بتونم شمارش کرده باشم. و چه سیستمی داشت توی ایران ماشین شماره گذاری کردن؟ من خاطرم از یک بار بود که تقریبا نزدیک 10 ساعتم طول کشید، اما الان دیدیم توی کمتر از نیم ساعت اینجا توی یکی از شهرهای خلوت البته آلمان من اومدم ماشین رو شماره کردم. همینطوری که میبینید، ببینید این پلاک سایز معمولیه که چقدر بزرگه. این اون پلاکیه که من الان درست کردم، تقریبا اینقدر ازش کوچیک‌تره. این برای مشتریه. پلاک ها توی آلمان یکی عقب میخوره یکی جلو میخوره. جلو رو هم حتما باید بذاری، مثل آمریکا نیست که جلو نداشته باشه. اینایی که میبینید یکی این که برای که کدوم ایالتید شما، ایالت با ایالت اینجا فرق میکنه. مثلا ایالت ما نوردرن‌وستفالنه. این برای شما برای میشه معاینه فنی تونه که از روی این نوشته میتونید شما تشخیص بدید که الان این برج 8 سال تا 8 2023 اعتبار داره. این نوع خوندن این معاینه فنی هستش. این پلیس میتونه الان بفهمه که تا چه تاریخی این ماشین معاینه فنی داره. به این هم اصطلاح میگن گرون پلاکت، یعنی این که میشه چی؟ پلاک سبز ماشین، که ماشین میزان آلایندگی چقدره و توی قسمت اونولد زون هم اصلا این ماشین میتونه بره. چون این ماشین ماشین پاکیه، سریه که BMW هستش که بسیار کم مصرفه، میتونه توی اونولد زون هم بره. یه سری ماشینا اگر پر مصرف باشن آلایندگیشون بالا باشه نمیتونن توی یه سری از زون ها برن. پلاک ماشینی که گرفتیم بذاریم بهتون پس نشون بدم در کل ما چقدر هزینه کردیم. پس شد یه دونه 43 یورو برای هزینه شماره گذاری دادیم و یه دونه 43 یوروی دیگه هم برای شماره برای خود پلاکا دادیم، یعنی جمعاً 86 یورو شد کلن هزینه شماره گذاری ما. راستی بهتون این سریه که خوشگلم نشون بدم که قیمتش چنده. این ماشین 36 هزار یورو قیمتش شده، قبلا 44 هزار بوده، شده الان 36 هزار یورو. یک BMW سریه که 118 دیه، ماشین دیزله. و ببینیم مصرف سوخت بچه ها 37 مصرف سوخت ترکیبیشه و از نظر انرژی آپلاس داره. ماشین هم خودش آپشن‌های خوبی داره، گیربکس اتوماتیک داره، حالت‌های مختلف رانندگی داره، مانیتور بزرگ و داشبورد خودش خوشگلی داره. ظاهرش هم ببینیم بیرونشو. من خودم به شخص سری 1 رو خیلی دوست دارم. اینی که میبینید از سری 1 یه دونه ویدیو دیگه هم براتون درست کردم، بهش گفتم فلفل کوچولوی بی ام و. میتونید روی این بنر بزنید نگاه بکنید. اون ماشین ام اسپورت، این ماشین اسپورت لاین، اون ام اسپورت بود. البته اینا میبینید که رینگای خوشگلی هم داره. من ظاهر پشت این ماشین خیلی دوست دارم. ظاهر پشت جمع جور پخ اسپورتی اخمویی داره.
چراغ LED عقبشو. اگر دوست داشتید که این ماشین یک سری دیگه هم داره که براتون یه ویدیو دیگه هم میخوام ازش درست بکنم، 128 TE، اون ماشین فوق العاده است، حتما اون ویدیو رو هم ببینید. رسیدیم به پایان ویدیو. امیدوارم که اول از همه یک ماشین از خود من بخرید، یک BMW خوشگل بیاید من به شما بفروشم، و اینکه بعدش هم اطلاعات این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما سوالاتتون رو برای من این پایین بنویسید، جواب خواهم داد، تک تک خواهم خوند. و بازم از شما ممنونم که این ویدیو رو لایکش میکنید، و اگر در این کانال جدید بودید که دکمه سابسکرایب رو زدید تا الان. خیلی زود دوباره همدیگر رو توی ویدیوی دیگه میبینیم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.